خب وقتی ز آشیانه خود یاد میکنم، نفرین به خانواده صیاد میکنم. عرض ادب و احترام خدمت شما همینان عزیز ارجمندم. فصل گفتگوست با کی؟ با آقای دکتر اسماعیل نوری‌علا. این بار درباره یک شخصیت نازنین، یک پژوهشگر بزرگ ارجمند که بعد متاسفانه سرنوشت غم‌انگیز پیدا کرد. وقتی خاطرات او رو میخونید و زندگی روزمره او رو در انگلیس، در فرانسه دچار تأثر میشید. آقای دکتر نوری‌علا درود بر شما. سلام میکنم خدمت شما، همکارتون و بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. حال شما خوبه؟ خسته نباشید. بد نیستم، خیلی متشکرم. شاهرخ مسکوب؟ بله بله، شاهرخ مسکوب نویسنده و متفکر بزرگ ما، فرهنگ ما. عرض کنم که من چون شانس داشتم که یه 5-6 سالی رو با او همکار باشم در سازمان برنامه و عرض کنم که از محضرش واقعا درس بیاموزم، و چون قرار است که در این برنامه های چهره خانه در واقع از چهره های سخن بگم که هم از نزدیک میشناختمشون و همین که تأثیر عمده ای روی زندگی من، فکر من گذاشتند، فرصتی بودش که یک کمی راجع به شاهرخ مسکوب صحبت بکنم. پستش در سازمان برنامه چی بود آقای مسکوب؟ عرض کنم که در سازمان برنامه یک مدیریتی وجود داشت به نام مدیریت فرهنگ و هنر و جهانگردی. که دو تا معاونت داشت، یه معاونت فرهنگ و هنر بود و یک معاونت جهانگردی، و هر کدوم از این معاونت ها هم یک سری کارشناس داشتن. شاهرخ مسکوب از سازمان جلب سیاحان کار میکرد، از اونجا منتقلش کرده بودن. وقتی که این مدیریت فرهنگ و هنر و جهانگردی در سازمان برنامه تشکیل شد که من کارمند قسمت عرض کنم که فرهنگ و هنرش بودم، شاهرخ را هم منتقل کردن به سازمان برنامه که در قسمت جهانگردیش کار بکنه. ولی پس از مدتی این تفاوت هم گذاشته شد کنار و هممون شدیم کارشناس فرهنگ و هنر و جهانگردی. و چنین اتفاق افتادش که من و عرض کنم که شاهرخ و دکتر محمود عنایت سه نفر ما رو کردن توی اتاق، سه تا میز اونجا بود و ما مجبور بودیم که در واقع روزی 8 ساعت با همدیگه بگذرونیم. و خب من این شانس بزرگ رو داشتم که 5-6 سال در محضر دو استاد بزرگ، دکتر محمود عنایت و مسکوب، عرض کنم که تلمذ بکنم به اصطلاح. هر سه منتقد بودید در واقع؟ بله. میگم هر سه به شکلی لحن انتقادی داشتید نسبت به سیستم. خب بله، عرض کنم که به نظر من اگر کسی در حوزه روشنفکری قدم میزنه و منتقد نباشه، در واقع اصل اول روشنفکری رو کنار گذاشته. با شما موافقه. با چقدر هم خوب بوده این گونه، چقدر خوب بوده و کاش این باز ادامه پیدا کرده بود، شاید امروز ما به یه جایی میرسیدیم. 100%. بله. من فکر میکنم که یک شانسی بود که این سازمان برنامه‌ای به وجود آمده بود و یه عده از دلسوزان ایران که تجربه های عجیب غریبی رو پشت سر گذاشته بودن و از دل اون تجربه ها بیرون آمده بودن و قصد خدمت به ایران رو داشتن، در اونجا جمع شده بودن. و من هر طبقه اون سازمان رو که فکر میکنم بهش و اتاقهایی رو که آدم ها توش نشسته بودن، میبینم که واقعا اگر که استفاده بهینه شده بود از این سازمان، بعض ما به اینجا نمیرسید. متاسفانه توجه نشد به این همه، عرض کنم که حسن نیت و استعدادی که با هم جمع شده بود. آقای دکتر نوری‌علا، شما زیادی از شخصیت‌های برجسته سازمان برنامه بودجه خب کسانی بودن که با خود نظام هم چندان همخوانی نداشتن، یا دست کم از منتقدان بودن و هم از آدمای هم سرشناس علمی پژوهشگر بودن با یک دیدگاه سیاسی رادیکال، ولی مهزالک موفق شده بودن که همه زیر این چتر جمع بشن، خدمت بکنن، کار بکنن. میخوام ببینیم چی اینا رو انتخاب میکرد، گزینش بیشتر به وسیله کی بود؟
که سعی صدر داشت و سعی میکرد که حتی به شکلی مخالفان رو در خود سیستم جا بده، از اونها بهره گیری بشه و افکار اصلاحی اونها پیاده بشه. ببینید، من فکر میکنم که به هر حال توی این سازمان هایی مثل سازمان برنامه و شرکت نفت و غیره، مسئله استخدام از طریق مثلا آگهی کردن و کنکور گذاشتن و اینها کمتر اتفاق میفته. درسته. بیشتر بر اساس آشنایی ها و عرض کنم که روابطی بود که آدم ها ایجاد میکردند. و خب مدیران سازمان برنامه هم که شما نگاه کنید، از آقای ابتهاج گرفته تا عرض کنم که دکتر مجیدی، اینا خودشون آدم های روشن فکر منتقدی بودند که عرض کنم که میگشتند و از طریق آشنایی ها و روابط و غیره دستچین میکردن آدم ها رو. و به هر حال این هم هستش. ببینید، یکی از مسائل عمده‌ای که من فکر میکنم ما هنوز در فرهنگ خودمون حل و فصل نکردیم این است که آنچه که ما اسمشو میذاریم عدالت خواهی، این تعبیر غلطی که ازش شده، به معنی اینکه ما میگیم عدالت خواهی، فکرمون میره طرف مثلا جریانهای مارکسیستی و انقلابی و از این چیزا، در حالی که من فکر میکنم که ممکنه که یک عدالت خواه جذب یک چنین مثلا جریاناتی بشود، ولی در اعماق وجودش آنچه که موتور حرکتشه همون عدالت خواهیه. من توی سازمان برنامه این رو می دیدم که اکثر کسانی که اونجا بودند فکرشون این بود که جامعه ای رو به وجود بیارند که درش مثلا اینقدر اختلاف طبقاتی نباشه. ثروتی که از راه سوراخ کردن زمین و استخراج نفت و گاز به دست می آمد هدر نره، صرف ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی مملکت ما باشه، وسیله رفاه مملکت ما باشه. به نظر من سازمان برنامه یه جایی بودش که این دلسوزان وطن ما با زمینه‌های عدالت‌خواهی و تجربه‌های تلخ و ناکامی اونجا دور هم دیگه جمع شده بودن. من اینطوری می‌دیدم قضیه رو. و موفق هم بودن دیگه، در یه دوره خیلی موفق بودن. بله، البته خب اگر که همون مسیری که مثلا در دهه 40 در سازمان برنامه شکل گرفت و به وجود آمد، البته از دهه 30 می شود گفتش که از برنامه های عمرانی که شروع شد که قصدش این بودش که پول نفت صرف بودجه عادی مملکت و دادن حقوقا نشه، بلکه صرف عمران آبادی مملکت بشه و این اصلا فلسفه وجودی سازمان برنامه بود. این جریان توی دهه 50 به نظر من به چند دلیل مختلف از نفس افتاد. دلیل چی بود؟ دلیل به نظر شما چی بود؟ چرا از نفس افتاد؟ من میدونم که این مطلبی که بگم خیلی ازش خوششون نمیاد، ولی من فکر میکنم که در مرحله اولش مسئله این بود که پادشاه مملکت تبدیل به یک آدم خودکامه شد و بیشتر دیگه توجهی به مشاورین و عرض کنم که کارشناسان و این حرف. من خودم یادمه که رفته بودم لندن، در اونجا پادشاه داشت با یک خبرنگار، فکر میکنم دیوید فراست بود، مصاحبه میکرد. اون بهش گفتش که آقا رمز موفقیت شما چیه؟ ایشون گفتش که ما یه سازمان برنامه داریم که هر وقت ما میخوایم کاری رو انجام بدیم، من میدم کارشناسا اونجا مطالعه میکنن، به من گزارش میکنن، من برعکسش رو انجام میدم. و من به قدری ناراحت شدم پای تلویزیون که چطور اصلا ایشون این حرف رو داره میزنه. ولی به هر حال این مسئله بود که قضیه از ریل خودش خارج شده بود. اما مسئله دوم هم این بود که جذب رجالی که اطراف پادشاه بودند هم به نظر من یه روند دیگری رو پیدا کرده بود. به هر حال خاندان پهلوی رو شاخ رجال انتلکتوئل خودشون به نظر من از زمان رضا شاه بالا آمده بودند، ولی رفته رفته در اواخر دهه 40 و دهه 50 آدم های استخوندار رو یواش یواش کنار میذاشتند
و آدم های متملق و دور قابچین رو بیشتر انتخاب کرده بودن. نکته سوم هم به نظر من این بالا بردن قیمت نفت و سرازیر شدن یک پول هنگفتی در ایران بود که همه چیز رو از مدار خودش خارج کرد. یعنی که یک مرتبه دستور رسید از دربار که مثلا برنامه پنجم عمرانی رو سه برابر کنید هر کاری رو میخواید بکنید و نمیدونستن اصلا با این پول چه بکنن. و این پول به نظر من با ایجاد تورم، با ایجاد عرض کنم که کارهای بیهوده، مملکت رو داغون کردش. من اینطور احساس میکنم که ما در دهه 50 یک مرتبه افتادیم روی یک سراشیب تخریبی که عاقبت در نیمش هم از نفس افتاد دستگاه و از بین رفت و فرو پاشید. یعنی پول زیاد ما رو شکم سیر کرد در واقع. من اینطور فکر میکنم اینجوری بوده. خب حالا برگردیم به همون اتاقی که شما توش هستید. شما هستید آقای محمود عنایت، آقای شاهرخ مسکوب. میخوام ببینم نقش ساواک تا چت توی سازمان برنامه قابل لمس بود، قابل. من به یاد ندارم که در ساواک و یعنی در سازمان برنامه با ساواک کسی سر و کار پیدا کرده باشه. من یه مدتی مأمور شدم رفتم در وزارت فرهنگ و هنر از طرف سازمان برنامه برای اینکه برنامه‌ریزی اونجا رو تمشیت بدیم. اونجا مثلا بیشتر میدیدم که ماموران ساواک میان در کارها دخالت میکنن. حتی یادم یک بار آقای ثابتی آمده بود در وزارت فرهنگ و هنر و سخنرانی میکرد، همه رو جمع کرده بودن توی اون تالار عرض کنم که سازمان وزارت فرهنگ و هنر، و ایشون گفتش که از نظر ما همه شما که اینجا نشستید ساواکی هستید و به خاطر اینکه دارید در خدمت این دستگاه کار میکنید. حرفا که من دیدم خیلی ها بهشون برخورد، ولی هرگز به یادم نمیاد که این اتفاق در سازمان برنامه افتاده باشه یا اجازه بدن به اشخاصی مثل مثلا آقای ثابتی که برنش بیاد تو سازمان برنامه از این حرفا بزنه. من چیزی به یاد ندارم. پس سایه ساواک رو احساس نمیکردی در نه در این تشکیلات؟ بسیار عالی. خب از وقت البته پیش میامد ولی باز مستقیما به ساواک مربوط نمیشد. مثلا یه کنفرانس هایی بودش که انجام میشد و کنفرانس یه مقدار یهو میرفتش روی خطی که دستگاه خوشش نمیامد. من یادم مثلا یه کنفرانسی تو سازمان برنامه بود راجع به مسائل جوانان و من در اونجا مثلا چند تا حرفی این آقای دکتر اعتمادم رئیس اون کنفرانس بود، اکبر اعتماد بله. و وقتی هم که ما رفتیم نهار بخوریم و برگردیم به سالن، دکتر اعتماد من صدا کرد و گفتش که خیلی من از حرفای شما خوشم اومد و این حرفا و من دوست دارم که شما رو ببینم بازم. ولی وقتی که برگشتیم که بریم توی سالن، دیدیم در سالن رو بستن و گفتن که این کنفرانس دیگر تشکیل نمی‌شود. حالا کی به کی تلفن کرده بود و مثلا جلوی بحثی، چون راجع به اعتیاد جوانان عرض کنم که بیکاری جوانان یه حرفایی زده شده بودش که شاید دستگاه خوشش نمی آمد، ولی حالا کی دستور داده بود من نمیدونم. که دکتر اعتمادم حتی خیلی تعجب کردش و گفتش من حیرت میکنم که چطور آمدن جلوی این کاری گرفتن. یا مثلا چند تا مأموریت اداری ما رفتیم که گزارش‌هایی که نوشتیم گزارش های یه خود منفی بود راجع به این که مثلا برنامه ها انجام نشده، بودجه عرض کنم که حیف و میل شده و این حرفا. بعد یادمه مثلا یک بار اون آقای باقر نمازی که معاون سازمان برنامه بود، من یکی از این گزارش هایی که نوشته بودم رو داده بودم به ایشون، ایشون هم فرستاده بودن به دربار به خاطر اینکه شاه و شهبانو رفته بودن دور کویر ایران گشته بودن و عرض کنم که گفت دستوراتی داده بودن اینجا این زمین رو مثلا فوتبالش بکنید، اون کار بکنید غیره. و بعدم یه مأمور دی رو از سازمان برنامه فرستادن که جای پای اعلی حضرت این برن ببینن این کارا انجام شده یا نه، و گزارشش هم قرار شد من بنویسم. من که نوشتم و دادم به آقای باقر نمازی، یه روز ایشون من تو اتاقش صدا کرد، یه آقایی بود من تا حالا ندیده بودمش، خیلی شیک و پیک و مرتب و این حرفا و از دربار آمده بود و به من گفتش که شما این مقاله رو نوشتید، این مطلب و گزارش رو نوشتید؟ من گفتم که بله. گفتش که من میتونم از شما خواهش کنم که یه کمی
لحن اینو عوض بکنید، این خیلی منفیه. اعلی حضرت از گزارش های منفی خوششون نمیاد. من گفتم یعنی شما میگید من جعل بکنم و برم اون چیزایی که منفی بوده مثبت بکنم، من این کارو بلد نیستم انجام بدم، و آمدم از اتاق بیرون. اینجور مسائل پیش میامد تو سازمان برنامه، متعدد از این جریانات. مستقیما به ساواک رفت دیده نمیکرد. خب به من بگید در اون اتاق چه میگذرد؟ دونجه که میدونیم آقای محمود عنایت یه سوسیال دموکرات به معنای واقعی کلمه بود، یه آدم خیلی صدیق، دوستدار میهن. من فکر میکنم 90% بچه های سازمان برنامه سوسیال دموکرات بوده. آقای مسکوب چی؟ ببینید مسکوب عرض کنم که خب از زمینه حزب توده میامد، آمده. یعنی ایشون 1302 به دنیا آمده بود و در 1300 مثلا 18 سالش بود، و وقتی حزب توده تشکیل شده بود اونم مثل خیلی جوانان عدالت‌خواه پیوسته بود به حزب توده، خیلی هم اونجا فعال بود، هم اول در سازمان جوانانش بعد در سازمان‌های دیگه‌اش، و اون بخش البته مثلا روشنفکری و نویسندگی و اینها هم اداره می‌کردش، و چندین بارم یه بار سال 1327 رفت زندان، یک بارم سال 1333 بعد از کودتای 28 مرداد، و تا سال 1336 هم در زندان بود، که اون سه سال رو خودش میگفتش دانشکده من بود، یعنی که من اونجا بود که متوجه شدم که میهن دوستی و عدالت خواهی هیچ ربطی به حزب توده و نمیدونم برادران شوروی و این حرف ها نداره. و عده زیادی از روشنفکران ما در همون 3-4 سالی که در زندان بودند، عرض کنم در این حالی که عرض کنم که سختی کشیدند، شکنجه شدند، اما رفته رفته با مطالعه متوجه شدند که قضیه چیز دیگری است، و لزوما این راهی که رفتند با آنچه که نیاتشون بوده درست نبوده است. من یادم میاد مثلا مسکوب و دکتر عبدالرحمی احمدی که بعداً هم معاون نخست وزیر شد و رئیس سازمان جلب سیاح بود و مسکوب هم در اداره او کار میکرد، اینا در مثلا زندان با همدیگه بودن و با همدیگه شروع کردن عرض کنم که ترجمه کردن آثار مختلفی رو. مثلا جان اشتنبیک رو مسکوب بودش که به نسل ماها مثلا معرفی کرد، یا عبدالرحیم احمدی اون کتاب گالیله و گالیلهی برشت رو ترجمه کردش، و اینا خودشون میدونید وقتی که مثلا ما به اواخر دهه 30 میرسیم، کسانی که با سابقه حزب توده رفته بودند به زندان، وقتی که بیرون آمدن کاملا به دو دسته تقسیم شدن. یک دستشون اونهایی بودند که عرض کنم که همچنان اون علاقه ها و الفت های خودشون رو به حزب توده حفظ کرده بودن، هرچند که دیگه فعالیتی نداشتن. من اینو در حوزه روشنفکری و نویسندگی عرض میکنم، مثل بهازین، مثل کسرایی، مثل عرض کنم که هوشنگ ابتهاج و غیره. یه دسته دیگه از توده ای های سابق هم بودن که به کل ارتباط های خودشون رو قطع کردن و شروع کردن مطالعات روی تاریخ ایران. مسکوب مثلا شیفتوار عاشق فردوسی و شاهنامه شد و شروع کرد یک سری کارهای مهمی رو در زمینه کارهای داستانهای شاهنامه ایجاد کردن، و به حال دو تا گروه تشکیل شدن. اونها گروه هایی که همچنان اون طعم توده‌ای درشون بود که تو مجله صدف و انتشارات نیل جمع شده بودند، یه عده‌شون هم عرض کنم که مثل مسکوب و دکتر عبدالرحیم احمدی، اینها بیشتر در کتاب فروشی اندیشه بود توی خیابون شاه‌آباد که متعلق به پدر دکتر احمدی بود که عموی احمد رضای احمدی شاعر هم بود، و پاتوق اینها بیشتر اونجا بود، و در واقع می شود گفتش که اینها اگرچه رسماً مثلا به گروهی که به وسیله خلیل ملکی به عنوان سوسیال دموکرات های ایران عرض کنم که هدایت می شد نپیوستند، اما زمینه فکری و کاریشون همچنان سوسیال دموکرات کاملا.
یه شخصیت های مثل مهدی بهار که تقریبا از نظر فکری و نگاهی که به گذشته داره شبیه آقای مسکو بوده. من میگم اگر یه روزی تاریخ عدالت خواهی رو در ایران بنویسند، اون وقت نشون داده میشه که روشن فکری ما از خیلی بزرگی از انسانهای شریف فداکار میهندوستی بودش که عرض کنم که به در و دیوار زندگیشون زدن برای اینکه به آرزوهای خودشون برسن. الان مد شده که مرتب سرکوف بزنن و روشنفکران ما رو عرض کنم که مسئول این فجایعی که در ایران پیش آمده به نام حکومت اسلامی بدانند و قدر روشنفکری عدالت خواه ایران هنوز مکتوم باقی مونده. حالا خب سوال اینه که آدم هایی با این طرز تفکر، با این سعی سطر، با این نگاه دقیقی که نسبت به تاریخ داشتن و تجربیات تاریخی رو که دوره کردن، خودشون زندان رفته بودن، از زندان بیرون اومده بودن، به گذشته رو دوباره وارسی کرده بودن، اشتباهات خودشون رو به شکلی هم شناسایی کرده بودن، سعی میکردن تکرار نکنن. چی تو اینها در برابر سیلاب عظیم و ایران برکن ایستادگی نکردن، نه ایستادن؟ این یک سواله. میدونی ما با یه جمع با جمعی طرف نیستیم که مثلا با سیاست میانه ای نداشته، آشنایی زیادی نداشته، تاریخ رو نمیشناخته، دچار خطا شده یا هیجان زده شده، سوار بر موج احساسات. نه، با آدمایی که فهیم بودن، دستگاه فکری داشتن، برخی از اونها نظریه پرداز بودن، نظریه پردازان بزرگ و برجسته. ببینید، من فکر میکنم که اولا انقلابیون منهای اونهایی که با بازگشت حزب توده به ایران دو مرتبه فعال شدند و پیوستند به انقلابیون، این انقلابیون مخالف درست همین قشری بودند که شما صحبتشو میکنید و از همون ابتدا سعی کردن که ریشه اینها رو در ایران بزنن. و در این حال خب حکومت قبلی هم اجازه این که این عده دور هم دیگه جمع بشن و عرض کنم که یه قشری رو به وجود بیارند که بتونه در اینجور موارد مقاومت بکنه اجازهشو نداده بودن. شما نگاه بکنید، همین آقای مسکوب، همین آقای عبدالرحیم احمدی، اینها شما سابقه ای ندادید که اینها طرفداری کرده باشن از انقلاب. در اولین فرصتی هم که تونستن جانشون رو دستشون گرفتن و از کشور خارج شدن. همین مسکوب، من یادمه که عرض کنم که مثلا در دانشگاه آزاد که تشکیل شده بود، مسکوب رو دعوت کرده بودن و او شده بودش مسئول رشته تاریخ دانشگاه آزاد. بعد وقتی که انقلاب شد این حرفا، یه بابایی رو گذاشته بودن در رأس دانشگاه آزاد و او مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان کرده بود، گفته بودش که آقا این رشته تاریخ که مسکوب میگردوندش اینجا عرض کنم که مرکز فساد بوده است و به وسیله صهیونیست ها و این حرف ها اداره می شده. یعنی اصلا از روز اول اینا تکلیف خودشون رو با این بخش از جامعه روشن کردن به نظر من. و فکر می کنید که خود احزابی که اینها یک روزی بهش تعلق خاطری داشتن باعث و بانی حس اونها شدن ها؟ از بوستای مهم، از دانشگاه ها؟ به حال آشنایی هایی که وجود داشت موجب شد هم در تجدید ساختمان دستگاه های اطلاعاتی، هم دستگاه های سانسور، خیلی ها از کسانی که توی این قافله بودند رفتن در اونجا درگیری شدن و میگن چه دزدی با چه رعایت گزیده تر بدکارا، اونها هم دیگه اینها رو میشناختن، فکرشون هم میشناختن، زبانشون هم میشناختن. در نتیجه از همون روز اول کمر به قتل همه اینا بسته بودن. حالا برگردیم تو همون اتاق. وقتی که سر و صدای انقلاب اسلامی از اینجا بلند شده بود، که میدونیم برمیگرده اصلا به سال 42 به بعد، همیشه این موضوع بود، دست کم مورد بحث بود که بالاخره یک روزی ممکنه روحانیت قیام بکنه و بعد مردم از هواداری بکنن یا توده های مردم. چون اتاق چه میگفت؟ مثلا آقای مسکوب چی میگفت؟ یا محمود عنایت؟ هیچ چیزی به خاطرتون هست؟ عرض کنم که
من چیزی که به خاطرم مثلا میاد اون موقع اینه که وقتی کانون نویسندگان درست شد که همزمان بود، من قبلا با دکتر عنایت همکار بودم، مسکوب بودش که از سازمان جهانگردی آمدش به سازمان برنامه به ما پیوست. خب سازمان کانون نویسندگان سال 1347 داشت تشکیل می شد. مثلا من خیلی اصرار کردم به مسکوب و عنایت که اینها هم بیان عضو کانون نویسندگان شن، ولی اینا به شدت مقاومت میکردن. حرفشون هم این بودش که این کانون نویسندگانه، یعنی کانون نویسندگانی که برای نویسندگی تلاش میکنن نیست، این یه تشکیلات سیاسیه که دارای ایدئولوژی معینی هم نیست و بیشتر جنبه تخریبی داره تا عرض کنم که بخواد کاری رو در مورد مملکت انجام بده. در نتیجه حاضر نشدن مثلا بیان عضو کانون نویسندگان بشن. من به خصوص با مسکوب چندین بار در این زمینه صحبت کردم، اون گفت من نه، من دیگه اصلا اشتهای این کار رو ندارم، با مثل بهازین و آل احمد و این حرف هم من نمیتونم کار بکنم، اینی که بذار من کار خودم انجام بدم و نیامد. در این حد مسئله بودش، ولی خب تو همون سازمان برنامه هستش که مثلا آشوری علیه آل احمد مقاله نوشت، علیه غرب‌زدگی آل احمد مقاله نوشت. آشوری هم از کارشناسای سازمان برنامه بودش که در قسمت کار و امور اجتماعی کارشناسی میکردش. خیلی ها بودن که در اونجا بودن. به نظر من میگم اگر که ما روشن فکری رو یک بعدش رو جنبه انتقادی بگیریم به خودش، سازمان برنامه منتقده عرض کنم آنچه بود که در جریان بودش، ولی سازمان برنامه نه انقلابی بود، نه میخواستش مملکت رو تخریب بکنه، نه همه چی رو فرو بپاشه، همواره یک نوع نگاه راه حل پیدا کن وجود داشت. ولی من فکر میکنم در مقامات بالا بودش که مشکل شنیدن وجود نداشت. شما نگاه بکنید وقتی که من یادمه که البته من اون زمان انقلاب دیگه دانشجو بودم در لندن و دیگه از سال 52 از سازمان برنامه مرخصی بدون حقوق، یعنی اول بورس گرفته بودم و 3 سال بورس داشتم و بعدم مرخصی بدون حقوق گرفتم، من دیگه تو سازمان برنامه نبودم که بدونم دم انقلاب چه گذشته اونجا داره میگذره. ولی مثلا من یادمه که وقتی که پادشاه مدتی رفته بود در عرض کنم که صفحات شمال مثل یه رامسر جایی و اصلا خبری از ایشون نبود، و بعد یک روز گفتن که من برای تابستون بود رفته بودم تهران. 30 ثانیه فقط وقت داری ببخشید. من خواستم بگم که اولین کسی که در مصاحبه مطبوعاتی اعلیحضرت بلند شد و وقتی که ایشون گفتن که فضای باد سیاسی من میخوام بدم، از ایشون سوالای بسیار خطرناکی رو کرد دکتر عنایت. جالبه. و اما ولی با اینکه همونجوری که فرمودید 95% از اعضای شخصیت‌های سازمان برنامه وجه سوسیال دموکرات بودن، مزالک وقتی که به دور انقلاب میرسیم به جایی که اینها اون موتور انتقاد رو به کار بندازن یا تفکر انتقادی رو، همه انفعالی عمل میکنن، همه. و این فقط حالا مختص سازمان برنامه بودجه نیست، تقریبا تمام گروه های روشن فکری ما، اهل فکر ما، اهل نظر ما، نمیدونم شاید فکر میکردن آینده بهتری در راهه، شاید به این علت، نمیدونم، شاید فکر کردن که نباید مقابله بکنن در برابر موج و حضور ما. اصلا به نظر من آقای میبودی حادثه اینقدر عجیب غریب بود که همه رو آچمز کرد. تشکر میکنم تا دیداری دیگر آقای خدا حافظ شما.